تجهیزات آهنی که تا سال 2005 از قعر زمین نفت استخراج میکرد اکنون برای برآوردن آب استفاده میشود. مقامات اعتراف کردند که ذخیره های نفتی در دامنکوهای بلجوان پایان رفته است. با گفته رئیس ناحیه بلجوان برای برآوردن نفت باید زمین را تا 6000 متر کاوت. انیق کردن دارم کنی پاتینک که دارم بالایی که میاست در اونجا چطور گفته گذاشتم باید که اگر که ما خواهیم که ذخیره را یاویم و یعنی که همون خرجات هایی که میکنن برای یک چوه را پرمه کردن و نساس ها میمونن دیگر تجهیزات ها میمونن باید که خواهی خچه روی پوش کند 6000 متر کنیم و ذخیره همون زیاد باشد. چوه های نفت را در بلجوان زمانی شوروی پیدا و به استحصال آن پرداخته بودند. حالا چقوری چوه ها از 1800 تا 2400 متر را تشکیل می دهد. تجهیزات بازمانده از زمان شوروی فرسوده شده اند. استحصال کمی نفت هم با همین تجهیزات فرسوده صورت می گیرد. متاسفانه سالایی که شوروی استحصال میکرد و با ترتیب بود و همه چیز اون خیلی نیست. یکم که همون باید کونه فرسوده شدگی هستن تجهیزات هایی که ما داریم. چند سال است که مقامات در بلجوان از آمد و رفت صاحبکاران خارجی حرف می زنند. دو سال پیش یک گروهی سرمایه‌داران چینی از چاهای نفتی بلجوان دیدن کرده اند. اما آنها رفتند و دوباره برنگشتند. رهبر شرکت جلالی میگوید پولی کلان صرف کرد تا دوباره نفت استخراج کند. وقتی که همین نفت کم شید، سودا توس میشود، توجه قدرت یک استخراج میشود. یک استخراج میشود 700 هزار تا میلیون همی رواده. اینجور یک دن همی ریمونتش ده. یک تروبه میتونه که تروبه چل خبرو قیمت هم. رئیس ناحیه بلجوان میگوید شرکت های خارجی در آغاز برای کارکرد نفت راضی میشوند ولی پس از دیدن مکان نفت فکرشان تغییر میکند. این ناحیه زمانی با چاهای نفتش معروف بود ولی اکنون از چاهای نفتی آب میبراید. برای آب را به نفت تبدیل دادن میلیون ها سامانی ضرور است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه بلجوان،